سلام سلاتی، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدیم به پیج خودت. امروز میرسیم سراغ یک مبحثی که خیلی دوست داشتیم و اونم تاتوره هستش. امروز میخوام در مورد تاتوره صحبت کنم که یکی از قوی ترین روانگردانهای دنیاست. میخوام بگم تاتوره چی هست، با شما چی کار میکنه و مصرفش چه علائمی داره. امروز من هستم، شما هستید و دنیای تاتوره. برو که بریم. دوستان، تاتوره یک گیاهه که این گیاه هم خاصیت ضد سم داره، هم از اون طرف میتونه سمی باشه و خاصیت روانگردانی داشته باشه. تاتوره که به اسم جیمسون وید یا دیویلز وید میشناسنش، داخل خودش 3 آلکالوئید داره، یکی اسکوپولامین، یکی هیوسیامین و یکی دیگه آتروپین. از همین آتروپینش خاصیت ضد سمی این گیاه به دست میاد، اما خود این گیاه میتونه خاصیت روانگردانی داشته باشه. در مورد مصرف تاتوره، همه جای این گیاه تو رو هایی میکنه، یعنی چه ریشش، چه برگش، چه اون تخمش یا دونش، تو رو میتونه هایی کنه. این گیاه رو بعضی ها مثل سیگار میکشن، بعضی ها مثلا برگش رو میخورن یا ریشش رو میخورن، یا بعضی ها اون دونه ها یا تخمش رو میخورن، یا مثل دمنوش این تخماش رو میریزن و میخورن. شروع اثرش 20 تا 30 دقیقه حدودا طول میکشه تا شروع اثر داشته باشه و بعد از 2-3 ساعت بوپس تو رو میکونه به سقف، یعنی بعد 2-3 ساعت پیک اثر خودشه. توی دوزهای متوسط میتونه هولوش 10 ساعت 12 ساعت ماندگاری اثر داشته باشه و توی دوزهای بالا تا 2-3 روز اثرش میمونه. حتی در بعضی موارد گزارش مرگ و میر داشته تاتوره. تاتوره یه گیاهیه که با توجه به بدن شما دوز مصرفیتون متفاوته و اگه خدایی نکرده شما زیاده از حد مصرف کنید، کاملا امکان مرگ و میر درونش وجود داره و اصلا این گیاه با شما شوخی نداره. برای همین لطفا با آگاهی سمت این گیاه نرید. دوستان، تاتوره یک اصطلاح خیلی جالب داره به اسم فرانک هالوسینیشن یا توهم سورئال و واقعی. توهمی که توی مصرف روانگردان تاتوره نسبت به سایر روانگردان‌ها وجود داره اینه که تو مرز واقعیت و توهم رو نمیتونی تشخیص بدی، یعنی فکر میکنی توهمی که داری الان میبینی واقعی واقعیه. برای همین یه چیزی داره تاتوره که توهمش رو نسبت به سایر سایکدلیک‌ها خاص میکنه و اون هم توهم واقعی هستش. سایر علائم مصرفش لکنت زبان، گشادی شدید مردمک که به خاطر این گشادی شدید مردمک که به خاطر اون آتروپینه به وجود میاد، کاملا افراد تار میبینن همه چیز رو، ممکنه این تار دیدن تا 1-2 روز هم ادامه داشته باشه، تشنگی و بی اشتهایی شدید. و خیلی جالبه، به خاطر این تشنگی تو آب زیادی مصرف میکنی، اما چیز مهمی که توی تاتوره به خاطر اون اسکوپولامینی که داره وجود داره اینه که اعصاب ارادی تو رو میگیره ازت، یعنی کلن تو کنترل کارهای ارادی تو از دست میدی، تو نمیتونی از سر جات پاشی، نمیتونی راه بری، فقط دراز کشیدی لش، یعنی دستتو نمیتونی بالا بیاری، برات سخته، وزن داره دستت، سنگینه برات، کارهای ارادی تو رو ازت میگیره. و به خاطر این تشنگی که تو داری از اون طرف آب زیاد میخوری، میری دستشویی شاشبند، چون جیش کردن ارادیه دیگه، اوکی، تو کنترل عضلات مثانت رو از دست میدی. و تجربه مشترکی که افرادی که تاتوره مصرف میکنن دارن اینه که تو میری دستشویی، شدیدن مثانه باد داره، میدونی که پر ادرار اون تو، ولی هر چی زور میزنی ادرارت نمیاد و این یکی از بدترین فریکاییه که تاتوره به یک
آدم میده. تاتوره میل شدید به سیگار کشیدن ایجاد میکنه. دیده شده کسایی که حتی سیگاری نبودن رو تاتوره سیگار میکشیدن، گیجی شدید، کرختی خیلی شدید، حتی میتونه در دوزهای بالا حملات قلبی برای فرد ایجاد کنه. عدم تمرکز چشم روی یک چیز، نمیتونه چشت روی یک چیز تمرکز کنه و میتونه باعث ترس، استراب و پنیک خیلی شدیدی موقع مصرف بشه. چه کسایی اصلا نباید تاتوره مصرف کنن؟ یه کسایی که بیماری قلبی دارن، چون قلب شما رو شدیداً ممکنه اذیت کنه. کسایی که تنهان، رفیق تنهایی همچین دراج سمی رو نزنی، کلن نزنی، ولی خب کسی که کرمش افتاده و دوست داره همچین کاری رو بکنه اصلا تنهایی بهش توصیه نمیشه. حواست باشه دوز بالایی نزنی، چون همونجا تو رو نمیگیره، 20 دقیقه نیم ساعت ممکنه فاصله بیفته تا تو رو بگیره و دوز بالاش میتونه شدیداً حملات پنیک توی تو ایجاد کنه. حواست باشه جایی نباشی که ازت سوء استفاده کنن، کنار آدمای کاملا معتمد و قابل اطمینان باشی، چون کارهای ارادی تو از دست میدی و کسی اگه بهت دستور بده تو ممکنه از دستورات اون فرد اطاعت کنی. دقیقاً کاری که اسکوپولامین با تو میکنه، که یه لینکی توی دیسکریپشن میذارم راجع به اسکوپولامین که خیلی باهش سوء استفاده میکنن از افراد، چون افراد مثل یه برده میشن و کاملا قابل کنترل میشن وقتی اسکوپولامین مصرف میکنن. اصلا موقع رانندگی داتوره مصرف نکنین و اصلا در سنین زیر 25 سال سراغ همچین چیزی نرین، چون ممکنه تاثیرات مخرب و غیر قابل برگشتی روی مغزت بذاره. نزن اگه جوونی، تو رو خدا به جوونیت رحم کن. بعد میای تو دایرکت من میگی یه چیزی زدم الان یه سال گذشته هنوز نمیپره از مغزم، هنوز فکر میکنم همه چیز توهمه، هنوز کرخت و بیوزنم. لطفاً سنین زیر 25 سال اصلا سمت این دراگ نرن. دوستان تاتوره خیلی احتمال مرگ توش بالاست، یعنی خیلی بالا نیست، یعنی اگه توی دوزهای کشنده مصرف بشه با شما شوخی نداره. جوری که میگن 5 تا برگ گیاه تاتوره اگه مصرف بشه ممکنه شما رو وارد کما یا مرگ کنه، مغز تو بخوابونه، حملات قلبی خیلی شدید ایجاد کنه. تاتوره اصلاً شوخی نداره و تو رو خدا با آگاهی سمتش نرین. باز هم اصرار میکنم. و نکته خیلی جالبی که در مورد تاتوره وجود داره اینه که اکثر مصرف کننده ها دوست نداشتن از تجربه‌ای که در مصرف این گیاه داشتن و به خودشون قول دادن دیگه دوباره سمت این گیاه نرن، چون واقعاً شما رو اذیت میکنه و ممکنه شدیداً شما ترس از مردن بگیری، به خاطر اینکه فرض کن پشمات بریزه دیگه، ناموسن تو یه چیزی زدی، یه جای دراز کشیدی، مردمک ها گشاد، همه چیزو تار میبینی، توهمای دیداری و شنیداری خیلی شدید که نمیتونی تشخیص بدی این واقعیت یا نه، بدنت کرخت و بیحاله، هیچ کار ارادی نمیتونی انجام بدی، شدیداً تشنه‌ای داری، آب میخوری، اما از اون طرف هر چی کار میکنی ادرارت نمیاد و تو بیوزنی و هیچ کاری نمیتونی بکنی و شدیداً مغزت میخوابه و احساس میکنی که الان نمیرم، میری تو فاز پنیک و ترس و هر چی میگذره میبینی پایین نمیای. 12 ساعت شاید بگذره پایین نیای، یه روز شاید بگذره پایین نیای و شاید تو بعد 3 روزم که پایین بیای اما مغز دیگه پایین نیاد. برای همین کسایی که تجربه مصرف داشتن میگن اصلا دوست نداریم دیگه سمت این گیاه بریم. دوستان میخوام یکی از کسایی که مصرف کننده این گیاه بوده تجربهش رو با شما به اشتراک بذارم. با سلام، من تجربه خودم رو از مصرف این گیاه که به صورت جوشانده یا به اصطلاح دم کرده یه تخمش بیان میکنم تا دوستانی که مصرف نکردن اطلاعات بیشتری
داشته باشن. تاثیر این گیاه نسبت به گل و امثال اون به صورت آهسته است و من بعد از مصرف تا چند دقیقه هیچ تاثیر خاصی رو حس نکردم، اما بعد نیم ساعت کم کم تاثیر خودش رو به صورت سرگیجه نشون داد و همینطور شدیدتر میشد، به طوری که باعث لکنت زبان شدید من شد. قدرت جسمانی من به صورت شدید کاهش پیدا کرد، به طوری که اصلا قدم زدن امکان پذیر نبود. حالت تهوع و کاهش اشتها، به طوری که نوشیدن مایعات برام سخت بود. تعادل جسمانی نداشتم و هر چیزی که دستم بود از دستم میافتاد. بعد از حدود 2 ساعت من فراموشی کامل گرفتم و بعد از اون صحبت‌های اطرافیانم رو که شنیدم میگفتن هذیان شدید داشتم. به صورت غیر ارادی راه میرفتم و رفتارهای بسیار غیر ارادی داشتم. اطلاعات اشتباه در مورد مکانهایی که حضور داشتم رو داشتم، به طوری که انگار خواب بودم و در خواب راه میرفتم. روز بعد حدود 12 ساعت پس از مصرف چشمام تقریبا فاصله نزدیک و بسیار تار میدید، به صورتی که اصلا امکان دیدن تصاویر از نزدیک رو نداشتم و تقریبا تاثیر این گیاه روی من حدود 24 ساعت ادامه داشت. در ضمن من کیف پول، مدارک شناسایی و تبلت خودم رو گم کردم و هیچ وقت پیدا نشد. من تجربه مصرف گل، الس و خیلی از موارد دیگر رو داشتم، اما تجربه من از مصرف این گیاه بسیار متفاوت بود. شاید اگر مقدار مصرف من مقداری بیشتر بود، احتمال مرگ من بسیار زیاد بود. من این رو میگم تا کسانی که میل به مصرف یا امتحان دارن بسیار هوشیار باشند، چون بسیار خطرناک خواهد بود. دوستان لطفاً با آگاهی سمت یه سری چیزا نرید. اگه کانتنت پیشنهادی دیگه ای دارین حتما توی کامنت ها بگین. اگه تجربه ای از مصرف این گیاه دارین حتما توی کامنت ها بگین. خواهشن از فازش نگین که ملت برن سمتش و به فنا برن که اون موقع باید کارماشو پس بدین. لطفاً لایک کنید و اگه سابسکرایب میکنید کامنت انگلیسی بذارید، زنگوله رو هم روشن کنید و اینستای من هم این پایین میاد، لطفاً فالو کنید. عاشقتونم، خاک پای شما، سرمه این دوتا چشمای من، نرو این ور اون ور. دوستتون دارم و تا دیداری دیگر.